توی فیلم بیهجاب، مسلم با بازی ایرج قادری و پدرش زیا با بازی جمشید مشایخی دو قاچاقچی بدنامن. زیا به مکه میره، توبه میکنه و پسرش رو هم از این راه من میکنه. مسلم که با رقاصی به اسم کلسوم رفت آمد داره و از طرفی با سارا دختر یک کشیش هم دوسته، بعد از مخالفت والدینش از خونه فرار میکنه. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. چی بگم؟ یعنی چه جوری بگم؟ تاره شده حرفی داشته باشی ولی ندونی چه جوری بگم. آره مسلم شده، واسه من که خیلی شده، دلم میخواد امشب حرفامو بزنم. حرفتو؟ چه حرفی؟ چه حرفی که تا حالا نتونستی بزنی ها؟ حرف دلم همیشه وقتی پای دل میاد پای زبون میلنگه. آره خودشه، حرف دله، حرف دله که گفتنی سخت. اصلا چیه این دل؟ من که تا یکی دو روز پیش اصلا نمیدونستم کجایی هیکلمه، فقط اسمش شنفته بودم. ولی ناکسه بی پدر، تو یه چشم هم زدن، تو یه نگاه، تو یه آره و نه خودشو نشون میده. چی گوشه سینه آدم تاپ و تاپ میکنه که صداشو هفت تا همسایه اون ورتر میشنه. چه کیفی هم داره. تو پس تو اون قلبت اینجوری شده نه؟ یعنی میگم عاشق شدی مگه نه؟ تو داری گریه میکنی؟ نه این گریه خوشحالیه. من همیشه آرزو میکردم تو یه جوری سر و سامون بگیری. باور کن مسلم، من خیلی خوشحالم که تو عاشق شدی. آره کلشون، خلصه قلب مسلمه جوش آوردی، اونم چه جوشی. به دستک بخار زده به مخمو داره دیوونم میکنه. اون چیه مسلم؟ یعنی میگم خوشگله یا نه؟ نمیدونم خوشگله یا نه. دو دفعه بیشتر ندیدمش، غیر اسمشم هیچی ازش نمیدونم، ولی لامصب همش جلوی چشم. هر جا میرم میبینم قبل از من اونجا. چیه؟ چرا بوت زدی؟ باورت نمیشه؟ باورم؟ چرا؟ باورم نمیشه. آخ که اگه دختره رو دیده بودی. تو نمیدونی نگاه شدم و آتیش میدونم. کجا؟ فیلم سینمایی صمد و سامی، لیلا و لیلی، محصول سال 1351، به کارگردانی پرویز صیاد. توی فیلم کت خدا و مشباقر قصد دارن لیلا و عین الله به عقد همدیگه در بیارن، ولی صمد و لیلا به شهر فرار میکنن. توی شهر دوتا جوون به اسم لیلی و سامی که به صمد و لیلا شباهت دارن، با اصرار پدر لیلی و مادر سامی تسلیم میشن و تن به ازدواج میدن. صمد و سامی و لیلا و لیلی همدیگر رو پیدا میکنن و با عوض کردن لباسهاشون به مسیرشون ادامه میدن. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. ما طرف تو رو میگیرم. ها تو طرف ما رو میگیر؟ تو این آبادی همه طرف اولاغن؟ اولاغم داخل آدمه که آدم طرفش رو بگیره؟ لیلا خانم 10 دقیقه وقتتون گذشت. همین حالا میرم سرکار. همین حالا میره. صمد ما دیگه باید برم. میخوای بری؟ خواستم من بابام دل واپس میشه. ما میرم پیش مشتی باقر، ازش میخوام که بیاد رضایت بده. لیلا ها با این لولا حرف نزنی. ها به مشتی باقر میگم. آی پشیمونم لیلا، مثل صد پشیمونم. میبینی سرکار صمد چقدر دل رحمه؟ میگم مثل صد پشیمونم. پشیمونه؟ از چی؟ از اینکه زده به چشم علاقه دیه. نه از این پشیمونم که چرا ندادم به چشم عین الله. در شهر به من پیشنهاد شد که بروم آموزشگاه خلبانی. عین الله باقرزاده. آقای باقرزاده تمام تقصیرات زیر سر تو هست. همش زیر سر منه؟ اگه به جای الاغ به صمد موتور میدادی حالا این پیش آمد نمیشد. صمد موتور میتونه سوار بشه؟ تو باشی که میتونه. سوار من بشه؟ نه یعنی تو بهش یاد بده سوار موتور بشه. هم بهش موتور بدم هم یادش بدم؟ نه اول باید رضایت بدی از حفظ در بیاد بعد. اون وقت اسم من چی میخوانی؟ عین الله. اقلن بگو آقای باقرزاده خانه خراب. اول آقای بکن تا بشت بگن آقا. من از آقایی کردن حرفی ندارم، بشرتی که خودت بهتر میدانی که بعد حرفش رو میزنی. ده فرار نکنه بلای جان عین الله.
بلای جان آقای باقر زاده. پور پدر موتور. فیلم پری خوشگله با بازی منوچهر وثوق و شهناز تهرانی محصول سال 1353. پری با بازی شهناز تهرانی بعد از مرگ پدرش مسئولیت نگهداری خانواده‌اش رو بر عهده داره. پری قصد داره که خواهر کوچکترش رو که مجبوره تو شرایط بدی در کافه کار کنه نجات بده. پری از شیراز به اصفهان میره و سر راه جوان ثروتمندی با بازی منوچهر وثوق قرار میگیره. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. برای خوشگذرانی درست کردم. نه خیر ابدا، من همچی فکری نمی کنم. شما اصلا اهل این حرفا نیستین. اینجا هم اتاق خوابمه. میدونم. چطور؟ از کجا میدونی؟ خب معلومه باید اونجا اتاق خوابتون باشه. شما شبا رو مبله که نمی خوابین. میخواین یه نگاهی به اتاق خواب من بندازین؟ نه متشکرم، من با اتاق خواب کاری ندارم. من نمیفهمم چه اشکالی داره اتاق خواب منو تماشا بکنین. راستی مگه به من اطمینان ندارین؟ به شما نه، ولی به خودم چرا، خیلی اطمینان دارم. پس چرا میترسین؟ بفرمایید. خب باشه بریم. بفرمایید، اونجا لولو خورخوره نیست. پس خودتون چی؟ اینم تخت خواب منه. لابد به قول رحمت علی اینم خودی بنده هم. بله. بفرمایید بفرمایید بشینید. خب راستی عجب میزبان بدی هم من. چرا؟ هیچی به شما تعارف نکردم. ای وای، مشروب میخوریم؟ نه متشکرم. شما میخواستین با من حرف بزنین، چی میخواستین بگین؟ پری من تو رو دوست دارم، باور کن راست میگم، میخوام باهات عروسی کنم. والا شما منو غافلگیر کردین. ببینم شما این پیشنهادو به چند تا زن دیگه کردین؟ به خدا به هیچ کس، تو تنها زنی هستی که این حرفو بهش میزنم. من مدتیه که تصمیممو گرفتم، جواب بده، زن من میشی یا نه؟ به خدا نمیتونم باور کنم. تو رو به قرآن راست میگی؟ واقعا میخوای با من ازدواج کنی؟ آره آره تو رو میخوام. دلم میخواد همیشه پروی من باشی، تو بغلم بگیرمت، ببوسمت، نوزت کنم. دوست دارم پرویز، امشب همینجا پهلومم بمون. نه نه بهت بد نمیزنم. نه پرویز قول میدم بهت بد نگذنیم، همینجا پهلومم بمون. احمق، تو خیال میکنی منم مثل اون زنای بدکارم که هر شب تا صبح تو بغلت میخوا؟ فیلم علی کنکوری به کارگردانی مسعود اسداللهی توی سال 1352 ساخته شده. توی فیلم جلال فر طبق وصیت همسرش قصد داره فرزندش علی رو به دانشگاه بفرسته و وادارش کنه که تحصیل کنه. علی برای بار پنجم تو آزمون دانشگاه شرکت میکنه و به خاطر وخامت حالش اون از جلسه آزمون به تیمارستان میبرن. پزشک معالج اعلام میکنه که علی به دلیل کمبود محبت دچار عارضه روحی شده و جلال فر هم توصیه میکنه که برای علی زن بگیرن. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. کجا میری؟ میخوام برم. میری؟ کجا میری؟ نمیدونم. نمیدونی طلاق گرفتی؟ نمیدونی کجا میری؟ من نباید بفهمم؟ بابا ولش کن، توی من تو تو مکانی نداره، به جرزی دلش میخواد بگه. داخل به من بگو لاغل کجا میخوای بری زن؟ اصلا میرم تو خیابونا وای میستم. میری تو خیابونا که چه غلطی بکنی؟ شما هم شال کن سیب کن را انداختین، بس چی کار کنم؟ نمیدونم والا، نمیدونم والا. شما هم که نمیدونی منم نمیدونم، بس چی کار کنم؟ چه خاکی بذارم بریزم؟ نمیدونم چه کنم، چه کنم، چه کنم. بری کنار بچه ها، بری کنار بچه ها، هر چی کنار بچه ها، بری کنار بچه ها. جفر چمدانه بگیر و برچه ها، بری کنار بچه 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 ها. آقای Thank you.
مغربی، فیلم به کارگردانی محمد رضا فاضلی، محصول سال 1352. پری عاشق پهلوان مغربیه و از طرف علی با بازی منوچهر وسوق که سابقا با پری آشنا بوده، دوست صمیمی مغربی از آب در اومده. غلام، دوماد مغربی که از علی و مغربی دل خوشی نداره، مغربی رو نسبت به رابطه علی و پری بدبین میکنه. تا اونجا که مغربی تصمیم میگیره هر دوی اونا رو به قتل برسونه. قسمت هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. چه شرطی؟ هرچی باشه قبول دارم. باز که زود قول دادی. خودتو آماده کن، میخوام شرطمو بهت بگم، چون میدونم که قبول نمی کنی. شرطش اینه که امروز با من باشی. یو ابوالفضل! چیه؟ چرا جا زدی؟ زهر، من نمیتونم. میفهمی؟ نمیتونم. تو چطور نمیتونی؟ یعنی میخوای بگی که من چیزی نمیخوام بکنم. من نمیتونم تو اون کله تو چه چیزایی هست. چه چیزایی؟ اما من تا حالا بندم به هرون ما نشده. من نمیتونم با سری باشم که با من محرم نیست. حالا فهمیدی؟ داشتم از تعجب شاخ در می آوردم. مگه ممکنه که؟ خیلی خوب، گوش کن پهلوان، تو دو را داری، یا اینکه امروز با من باشی، یا اینکه پا رو قسمت بذاری و از این در بری بیرون. ببین، من به تو گفتم که نمیتونم، علتشم بهت گفتم. خب حالا اگه همونجور که خودت گفتی خاطر منو میخوای، نباید راضی بشی که من زجر بکشم. بعد میگم اصلا من بدبختم. از همون اولش که پا تو این دنیای لعنتی گذاشتم بدبخت بودم. بابام بعد از به دنیا آمدن من رفت زیر ماشین و زمین گیر شد.